أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواحنا فداه و تقدیم به پیشگاه سامن الائمه علی ابن موسی الرضا امام رؤوف امام مهربان صلوات عنایت کنیم. بسیاری از دانشمندان چه مسلمان چه غیر مسلمان در این رابطه بحث کردند، سخن گفتند که رمز موفقیت پیغمبر اسلام در دوران رسالتشون چی بود؟ چطور شد که پیغمبر خدا توانست طی 23 سال جامعه غرق در جهل و گمراهی رو اینگونه عوض کنه، تغییر بده؟ هم عقاید مردم رو عوض کرد، یعنی بت پرستی شد توحید، هم اخلاق مردم رو عوض کرد، حقد و کینه و اختلاف و درگیری شد محبت و دوستی و مهربانی، هم رفتار مردم رو عوض کرد. کسانی که دختر زنده به گور می‌کردند، اهل شراب و زنا و فحشا بودند، همه این کارها کنار گذاشته شد و هم بهداشت و اقتصاد مردم رو درست کرد. جامعه‌ای که به تعبیر امیرالمومنین بدترین آب آشامیدنی، بدترین منطقه، بدترین در واقع اخلاق و خوی رو داشتن، به تعبیر قرآن که در قرآن کریم 4 بار کلمه جاهلیت اومده. قرآن وقتی میخواد جامعه قبل از اسلام رو معرفی کنه میفرماید زن الجاهلیه، تبرج الجاهلیه، حمیت الجاهلیه. اینا گمانشون یعنی فکرشون فکر جاهلی بود، تعصب جاهلیت داشتند. اینها جامعهشون در فساد بود. چطور تونست پیغمبر این جامعه رو عوض کنه؟ کار ساده ای نیست. گاهی یک عمر ما یه بچه خودمون رو نمیتونیم تربیت کنیم، گاهی یک عمر یک دانش آموزی رو نمیتونیم تو مسیر قرار بدیم. خب انبیای قبل از پیغمبرم خیلی تلاش کردند. 30 سال حضرت یونس فریاد زد، 2 نفر بهش ایمان آوردن. 900 خورده سال حضرت نوح فریاد زد. علت موفقیت پیغمبر چی بود؟ خیلی ها بحث کردن، هر کسی هم یه چیزی تو این زمینه گفته، ولی بهترین سخن رو از خود پیغمبر بشنویم. خودش فرمود 9 چیز علت موفقیت من بود. من این 9 تا رو امروز برای شما میشمارم، هم آداب معاشرت رو بهمون یاد میده، هم رمز موفقیت پیغمبر گرامی اسلام رو بشناسیم. این روایت اول تحف العقوله. تحف العقول یک کتاب حدیثی است، مال 1000 سال پیشه. روایاتی دارد. اول این کتاب پیغمبر خدا ازش یه حدیثی نقل شده، فرمود اوصانی ربی به 9، خدا به من 9 تا سفارش کرد. وقتی من مبعوث شدم کارم اومدم شروع کنم، یه منشور 9 ماده‌ای به من داد. الان شما تو ادارات یا کسی رو مقام معظم رهبری فرض کنید فرمانده قرار میده، یا دولت میاد سر کار، یه توصیه هایی میکنن دیگه. حالا پیغمبر خدا 40 سال آموزش بهش داد. این درست نیست که بگیم پیغمبر بی سواد به معنای بی دانش بود. نه، خط ننوشت،
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به قمزه مسئله آموز صد مدرس شد. ننوشت که نگن این قرآن خودت آوردی، و الا ممکن بود این تهمت رو بزنن. ننوشت که نگن این قرآن خودت نوشتی برای اینکه این حفظ بشه، و الا روایات پیغمبر تو ابعاد مختلف شما ببینید همه نشانگر بعد علمی اون حضرت. خود در واقع قرآن کریم میفرماید ما به خاطر اینکه این تهمت رو به تو نزنن گفتیم به دستت چیزی ننویس. به همین جهت 40 سال فرمود خدا منو آموزش داد، آمادش کرد. بالاخره شوخی نیست، پیغمبره، باید بیاد یه جامعه رو متحول کنه، یه تمدن ایجاد کنه. چه کد که من توانستم موفق بشم؟ فرمود این 9 تا سفارش رو خدا به من کرد. من اینا رو 3 تا 3 تا میکنم، سر 3 تا بخش خدمتتون عرض میکنم. اما 3 تای اول، پیغمبر میخوای موفق بشی، این 3 تا نکته اول: الاخلاص فی السر والعلانیه، القصد فی الرز فی الغنا والفقر، العدل فی الرضا والغضب. 3 تای اول از این 9 تا اینه. میخوای موفق شی، اولیش اخلاص داشته باش. برای خدا اگه بود خسته نمیشی، سنگت بزنن، چوبت بزنن. یه زن اگه برای خدا همسرداری کنه، یه مرد برای خدا مدیریت کنه، برای خدا زندگیشو اداره کنه، وقت آدم برای خدا که شد ملامتش کنن، سرزنشش کنن، از جا و از مسیر خارج نمیشه، میمانه. پیغمبر اخلاص داشته باش. ولذا وقتی میخواست نماز بخونه، قبل از نماز این آیه رو میخوند: ان صلاتی، که مستحب به ما هم بخونیم، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نمازم، عبادتم، زندگیم، مرگم برای خداست. ان صلاتی و نسکی، نسک یعنی عبادت، نمیگیم مناسک حج. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. خدام بهش فرمود این آیه ای که میگم آدرسش هم میدم ببینید، چون تو گرفتاری ها سفارش شده این آیه رو بخونید، کمکتون میکنه. این 2 تا آیه آخر سوره توبه. یه کسی یه وقتی بچهش اسیر شده بود، زندان افتاده بود زمان پیغمبر، آمد خدمت حضرت، گفت چه کنم؟ آقا بهش فرمود این 2 تا آیه رو زیاد بگو بچهت بخونه. تو همون اردوگاهی که دست مشرکان اسیر بود، اتفاقا یه موقعی فرصت استفاده کرد و فرار کرد، اومد مدینه خدمت رسول خدا. حضرت طلب، من بهت گفتم این آیه نجات میده. باباش اومده بود پیش پیغمبر، حضرت به باباش گفت به پسرت بنویس این 2 تا آیه رو بخونه. 2 تا آیه آخر سوره توبه: لقد جاءكم رسول من انفسكم. آیه اینه. حالا مورد بحث من آیه آخر سوره توبه است. خدا به پیغمبر میگه، حالا سوره توبه رو باز کنید، آیه آخرش رو ببینید، میفرماید پیغمبر: فئن تولوا، اگه همه عالم بهت پشت کرد. تولوا یعنی پشت کردن. آقا یه رو بلند شدی، هیچ که به حرفت گوش نکرد، همینطور هم شد دیگه. از غار حرا که اومد پایین، فقط 2 نفر بهش ایمان آورد، امیرالمومنین اول، خدیجه کبرا. نماز جماعتش هم تا یه مدتی 3 نفره بود، تقریبا همه باش مخالفت کردن. بعدن حمزه اومد مسلمون شد، بعدن ابازر اومد سلم، و الا از غار حرا که اومد پایین هیچ کس نبود. اگر به پشت کردن، فان تولوا فقل حسبی الله، بگو خدا منو بسه. ولذا بعضی از ائمه ما این حسبی الله رو انگشتراشون می نوشتن به عنوان یک در واقع عامل نگهدارنده، چون خدا به پیغمبر میگه قل حسبی الله، بگو خدا منو کافی است. علیه توکلتو، بر او توکل میکنم. فان تولوا فقل حسبی الله، علیه توکلتو، بر او توکل میکنم و او رب من است، او پروردگار من است. این اولین رمز موفقیت پیغمبر بود. آقایان، خواهران، خیلی مشکله ولی ممکنه. آدم هیئت میگیره برای خدا، دسته میاره، روزه میگیره،
زندگی میکنه. گاهی به خاطر خدا یه مرد باید یه خانومی رو تحمل کنه، یه زن باید یه مرد رو بد اخلاقش رو تحمل کنه، به خاطر اینکه زندگی نپاشه، به خاطر اینکه ارواق آبرو تو فامیل حفظ بشه. اگر کار برای خدا باشه تحمل آدم میره بالا. کم پیغمبر رو اذیت کرده، رد میشد، دید سه نفر رو دارن شکنجه میکنن، نه شکنجه هایی که حالا شما فکر کنید عادی. البته امروز هم شکنجه های سخت ما تو زندان ها داریم، ولی اون زمان آتش میزدن، میسوزاندن، گداخته های آهن رو بدن میذاشتن. انقدر خباب ابن عرت رو شکنجه کرده بودن که تمام بدنش مثل زغال شده بود. انقدر عمار رو زمین کشانده بودن، بلال رو، تمام بدنش مجروح بود. شکنجه های بدی میکردند، آزار میدادن، شکنجه میکردن. دید سه نفر رو دارن شکنجه میکنن، یاسر، سمیه همسرش و عمار پسرشون. رد شد، فرمود صبرن یا آل یاسر، به خاطر خدا صبور باشید. این کاری از پیغمبر نمی اومد، نیروی نداشت اوایل. این اولین رمز موفقیت، اخلاص. اخلاص، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، میگه اخلاص اکسیریه که مس و طلا میکنه. اخلاص اگه تو زندگی آدم بیاد، یک نماز آقایون خواهرها روایت داریم یه نماز آدم قبول بشه، خداوند دیگه آدمو عذاب نمیکنه. نمیخوام مایوس بشید ها، میخوام بگم چقدر مهمه یک نماز قبول بشه. ولذا حضرت ابراهیم شیخ الانبیا و پیامبر موحد و بت شکن که امت بود، قرآن میفرماید وقتی که خانه خدا رو ساخت با پسرش اسماعیل یه دعا کرد. این دعا رو یاد بگیرید، بعد از همه اعمالتون بگید، زیارت میکنید، نماز میخونید، مکه میرید، این دعا رو بخونید، دعای حضرت ابراهیم. عرض میکنم که آیه 127 سوره بقره است. گفت ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، خدایا تو قبول کن، تو قبول کن. قبل از آن که بگه خدایا مناسک حج رو بهم یاد بده، قبل از آن که اعلام کنه مردم بیان حج، این دعا رو کرد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یه کسی به امیرالمومنین گفت آقا چقدر انفاق میکنید، چقدر صدقه میدید؟ خیلی آقا خوب انفاق میکرد. گفت به خدا اگه میدونستم یکیش قبول شده دیگه این کارو نمی‌کردم. نمی‌دانم، امیرالمومنین نگران بود. بزرگان ما، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی تو بستر اشک می‌ریخت. گفتن آقا چیه گریه؟ فرمود دارم از دنیا میرم، تو لیست انتظارم، دارم از دنیا میرم، دستم خالیه. گفتن آقا دست شما خالیه؟ شما مسجد اعظم نساختی، شما در سامرا حسینیه نساختی، شما در هامبورگ آلمان مؤسسه نساختی که هنوزم اون مؤسسه الحمدلله 2000-3000 تا آدم ایام محرم توش جمع میشن عزاداری میکنن. در اروپا شما مؤسسه داری، تو قم داری، تو عراق داری، کتاب جامع الاحادیث ننوشتی؟ این کتاب ارزشمند که احادیث رو جمع کرده. این همه مجتهد شما تربیت نکردی؟ یکیش امام بود، یکیش آیت الله گلپایگانی بود، یکیش آیت الله عظمای مرعشی بود. این همه شما مدرسه و آثار نداری؟ این یک آقای بود اسد مصطفی خانساری، ایشون قبرش تو قمه، من رفتم سر قبرش، ایشون بهش گفت، اسد مصطفی خب نزدیک بود با ایشون، گفت آقا شما میگی دستم خالیه؟ یه وقت اشک از دیدگانش جاری شد، فرمود نمیگم کم کار کردم، کار زیاده، پذیرشش مهمه. چون خدا میفرماید اخلص العمل، اخلص العمل، یا خلص العمل، خلص العمل. عمل باید خالصانه. نمیدونم قبول شده یا نه، بله کار زیاده، پذیرش. پیغمبر اولین رمز موفقیتت اینه، اخلاص داشته باشی برای خدا کار کن. دو، القصد. ببینید اینا حالا فرصت نیست من عرض کنم. اولی مال باوره، تو اعتقاداتت برای خدا. دومی مال رفتار با مردمه، تو زندگی، تو جامعه. القصد فی الغنا والفقر. پیغمبر میانه رو باش، معتدل باش، تند روی
اسلام رو لطمه میزنه، کندروی هم لطمه میزنه. امیرالمومنین فرمود آدمای نادان دو دسته هستن، یا تون میرن یا کن میرن، و من خیلی قصه میخورم از هر دوی اینها. آقایون ما الان ببینید تو جامعهمون هم از تندروی لطمه میخوریم هم از کندروی. امیرالمومنین فرمود کمر منو دو گروه شکستن، یکی اونایی که تند رفتن گفتن علی خداست، علی اللهی دارید. دسته دوم که کمر منو شکستن فرمود اونایی که علی رو کافر خوندن، یعنی یه دسته گفتن مسلمان نیست، نمازم نمیخونه، یه عدم گفتن خداست. بابا نه اون نه این. امام رضا فرمود شیعه های ما حد وسطن، اعتدال نباید آزار ایجاد کنه، نباید زحمت ایجاد کنه. این کعبه با این عظمت رو نگاه کرد، پیغمبر فرمود کعبه تو خیلی بزرگی ولی حرمت مؤمن سه برابر توست. کسی مؤمنی رو آزار بده بدتر از اینه که تو رو خراب کنه. متاسفانه گوش نمیدن، گوش نمیدن گاهی، نه به فرمایشات رهبری. این همه رهبر انقلاب تو جمع مده ها تأکید کردن احساس عواطف دیگران رو تحریک نکنید، به مقدسات دیگران تحریک نکنید، توهین نکنید. اصلا بابا این بابا بت پرسته، خوبه گاو پرسته، انسان پرسته. ما تو هند الان گاو پرست داریم، آدم پرست داریم. تو به گاوش توهین کنی سرتو میبره، حق نداری توهین کنی. صریح قرآن لا تسبو، قرآن میفرماید آلهه مشرکین رو سب نکنید، جلو اینا بهشون ناسزا نگید. چرا؟ بحث بکن، هزار تا منبر بحث کن، بت پرستی اشکال داره، به این دلیل به این دلیل به این دلیل. 500 تا سخنرانی بحث کن، قدیر حق است، ولایت امیرالمؤمنین بعد از رسول خدا ده ها حدیث داره، یک ساعت بحث و مناظره و گفتگو کن، اشکالی نداره. بگیم عرض میکنم حقانیت اهل بیت رو، ظلم هایی که به اهل بیت شده، اما این روش های نادرست، شیوه های توهین آمیز، تند روی ها لطمه میزند. حرکت های منهای یک عالم دینی، چرا امام زمان فرمود دوران آخر الزمان آقا چه کنیم؟ فرمود به عالم مراجعه کنید، نگفت به صوفی مراجعه کنید، نگفت به عارفای کاذب مراجعه کنید، نگفت به حلقه های عرض میکنم که انحرافی مراجعه کنید، نفرمود که عالم دینی، عالم متدین، علل تعبیر امام زمانه. در اون روایت معروفی که شنیدید که فرمود مراجعه کنن به دانشمندان تو همه امور. آقا ببینید شما زمان پیغمبر یه عده‌ای ترک دنیا کردن، رفتن سراغ روزه و نماز و عبادت و قار و عرض میکنم ترک دنیا و ازدواج نمی کنیم، قضا خوب نمی خور. پیغمبر صداشون زد و بود این غلط، دشمن خودتونید، من که پیغمبر شما هم زن دارم، خونه دارم، تفریح میرم، مسابقه گاهی با اصحابش میداد، روزه میگیرم گاهی هم نمیگیرم، هر روز روزه نیستم. کی گفته پیغمبر خدا هر روز روزه بود؟ نبود. من که پیغمبر شما هستم، خود امام صادق میگه من طواف میکردم تو خونه خدا. این روایت آقایون همین کتاب عاشق عباس قمی، بسیار کتاب خوبی، سفینة البحار بسیار خوبه، یه بابی داره، باب الاقتصاد یعنی میانه روی. میگه دست پدرم امام باقر اومد رو شونم، امام صادق میگه گفت پسرم برگرد، اینقدر طواف مستحبی نکن، خودتو اذیت نکن، دین رو در نظر مردم منفی جلوه ندیم، دین رو در نظر جوانه ها تلخ جلوه ندیم. دختر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یکیشون نقل میکرد، میفرمود اومدم صبح زود بچه دختر رو برای نماز بیدار کنم، یه خورده بد بیدارش کردیم، حالا یا باباش یا من، امام اونجا بود. فرمود چرا اینطوری این بچه رو برای نماز بیدار میکنید؟ زده میشه. نماز رو تو مذاق این بچه تلخ نکنید، بذارید نماز شیرین باشه. میگه بچه شنید دیگه، فردا صبح خودش بلند میشد، نگفت صداش نمیخواست بزنیم. با این نگاه امام، با این تذکر امام، ما گاهی میخواییم بچه ها رو دیندار کنیم، از دین زده میکنیم. قصد میان روی، بله همه وقت جوونم شب تا صبح پای اینترنت صرف بشه، کمال بی انصافیست.
نمازش آخر وقت باشه، این بی‌انصافی است. ساعت‌ها توی عرض می‌کنم وایبر و واتساپ و اینها، این وقت گرانبها رو، ارزشمند رو هدر بده، اما این دختر خانم، این آقا پسر یه وقتی برای مطالعه تاریخ اسلام نذاره، یه وقتی برای مطالعه رساله نذاره. اون ور قضیه هم هست، من هر دوشو عرض میکنم. امیرالمومنین فرمود لا یرى الجاهل الا مفرطا او مفرطا، نادان یا افراط میکنه یا تفرید. یا تو ما تو انقلاب هم لطمه خوردیم، امروز هم لطمه میخوریم، امروز هم از تندروی ها، روزنامه ها، مجلات، احزاب و گروه هایی که بابا یه کاری داره زیر نظر مقام معظم رهبری انجام میشه، مدیریت میشه به نام مذاکرات هسته‌ای، ایشون خودش دقت داره روی این قصه، کجا کج بشه تذکر بده، کجا امتیاز باید داده بشه، کجا امتیاز باید گرفته بشه، چکارن بعضیا که از رهبر جلو میافتن، از نظام جلو میافتن. تذکر آری، اما آشوب نه، بحران ایجاد کردن نه. بالاخره این امور اموری است که در کشور مدیر داره، سرپرست داره، زیر نظر رهبر. ما از احدی بدون اجازه رهبری تو داستان رابطه خارجی و مذاکرات نمیتونه قدم برداره، معلومه، این روشنه. مقام معظم رهبری، من دیپلمات نیستم، من انقلابیم، جایی احساس کنم خطره تذکر میدم. چرا بعضیا میخوان جلو بیفتن؟ زمان امام هم ما این مشکل رو داشتیم متاسفانه، حرکت‌های تند. اون وقت یه وقت همین آدمای تند، همین آدمایی که عرض می‌کنم جلوتر از ولی فقیه اون زمان رفتن، الان سر از اونور آب تو انگلیس در آورد، الان مقاله می‌نویسن اصل اسلام هم زیر سوال می‌بره. تندروی نتیجه‌اش اینه. ولذا ائمه ما قلات رو لعنت کردند. همین امام رضا علیه السلام می‌فرمود قلات از ما نیستند، مشرکند. مواظب باشید جوانا، هیئت‌ها. من دیگه حالا وارد جزئیات نمیشم، یه وقت شعارها سخیف نباشه. چرا میخوان ارزش‌های دینی رو؟ مؤمن نباید خودشو خار کنه، نباید تحقیر کنه. راضی نیستن ائمه ما به این امر، لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. خب شما میدانید ما اگه عتبه امام رضا رو میبوسیم برای خدا میبوسیم، اللهم الیک صمدت من ارضی، شما مظهر خدایید. من اراد الله بدع بكم من وحده قبل انكم، این جامعه کبیره است دیگه، هر کی با خدا کار داره از شما شروع میکنه. من اراد الله بدع بكم، شما تو ادارم که بخوای بری، اون بالاخره مأمور در اتاق رئیس، حالا تعبیر من تعبیر ناقصیه، باید ببینی شما باب اللهید. من اراد الله بدع بكم من وحده، هر که توحید میخواد قبل انکم از شما قبول میکنه. محبت شماست به موالاتکم علمن الله معالم دیننا. من تقاضام از حرم اینه یه وقت یه سخنرانی هایی بذارن در توزیع جامعه کبیره، بالاخره مردم اینجا جامعه کبیره زیاد میخونن. به موالاتکم، به محبت شما، علمن الله معالم دیننا، ما دین رو یاد گرفتیم. به موالاتکم تمت الکلمه، توحید یاد گرفتیم. آیان عزیز، پیغمبر خدا فرمود 9 چیز رمز موفقیت منه، یکی اخلاص، یکی میانه روی، نذاشتم تند روی. و مکه که فتح شد، خب شما میدونید مردم مکه پیغمبر رو اذیت کردن. هند همسر ابی سفیان جگر حمزه رو به گردن انداخت، به دندان گرفت. ابو سفیان احد و بدر رو رهبری کرد، پیغمبر رو نیمه شب از مدینه، از مکه اونگونه مجبور شد بیاد بیرون. 3 سال تو شعب ابی طالب جاش دادن، حالا مکه فتح شد. یکی از این آدم های تندرو بدون اجازه پیغمبر یک شمشیر برداشت، پرچم هم برداشت، نشست روی اسب، افتاد تو کوچه های مکه، گفت الیوم یوم الملهمه، امروز روز حماسه است، امروز روز انتقامه، حالا به تعبیر من پدرتون رو در میاری، ما رو بیرون میکنید، با ما میجنگی. الیوم یوم، مثل بیت ابو سفیان میلرزید، رفتن تو خونه در رو برو خودشون بس، گفتن چه قتل عامی کنه امروز پیغمبر، چه به سر ما بیاره. اومدن به رسول خدا گفتن سعد ابن عباده داره داد میزنه. فرمود کی بهش گفته بره؟ یا علی،
برو شمشیر رو ازش بگیر، پرچم رو ازش بگیر، شعار رو عوض کن. امیر المومنین هم به همون وزن شعار درست کرد، فریاد زد الیوم یوم المرحمه. ملحمه با مرحمه یه را و لام فرقشه. ملحمه یعنی حماسه، انتقام. مرحمه یعنی بخشش. الیوم یوم المرحمه، همه رو هم بخشید جز 12 نفر که اینا مشکل داشتن. حالا کار به مشکلشون ندارم، اون 12 نفر رو. این القصد فی الغنا و الفقر، بله غنا و الفقر. عامل سوم پیغمبر، العدل فی الرضا و الغضب. میخوای تو زندگی موفق باشی، عدالت. نگاه نکن دخترت، نگاه نکن برادرت، نگاه نکن فامیلت. العدل فی الرضا و الغضب. چه ناراحت باشی، چه عصبانی باشی، خواهرای گرامی، برادرای گرامی، عادلانه. قرآن میگه حرفم که میذاری عادلانه بزن، نظر که میخوای بدی انصاف. انصاف، عدالت و انصاف به هم خیلی نزدیکه. البته عدالت از انصاف یه خورده سخت‌تره، انصاف دایرش گسترده‌تره. اون چه بر خود میپسندی بر مردم بپسند. از دختر مردم از شما سوال میکنن، منصفانه نظر بده. عروس داری، دخترم داری، بینی و بین الله یه جور بینشون نظر میدی. یا یه کاری رو اگه دختر انجام بده میشه حسن، عروس انجام بده میشه قبیح. چرا؟ یه کار واحده، چرا یک بام و دو هوا میشه؟ بینی و بین الله پسر و داماد رو یک جور قضاوت میکنی. من نمیگم یک جور دوست داشته باش، دختر و عروس متفاوتن، بالاخره تفاوت میشن از دو خانه. اما تو عدالت تو رفتار، انصاف تو رفتار. آقای عزیز، واقعا در زندگی زناشویی، تو زندگی با فرزندانت، ببینید اومد پیش پیغمبر گرامی اسلام، یکی از بچه هاشو بوسید، یه آقایی، بقیه وایساده بودن. حضرت فرمود اعدلو، اعدلو بین اولادکم، بین بچه هاتون عدالت داشته باشید. اینو میبوسی، اونم ببوس. امام صادق فرمود من بعضی از بچه هامو بیشتر دوست دارم. طبیعیه، موسی بن جعفر رو امام بیشتر از بقیه دوست داشت. خود شما اینطورید، یه وقت یه پسر دارید در بقیه بیشتر میخوایدش، یه دختر دارید به هر دلیلی. بالاخره تو فرزندان موسی بن جعفر، موسی بن جعفر رو امام صادق بیشتر دوست داشت. امام کاظم 38 اولاد داشت، امام رضا رو از بقیه بیشتر میخواست، طبیعی بود. امام صادق فرمود ما بچه هامون رو یکسان احترام میکنیم، ولو بعضیشون رو بیشتر دوست داریم. اگه قرار هدیه بدیم به هر دو میدیم، اگه قرار کادو بدیم به هر. تفاوت تو رفتار حق نداره انسان بذاره، تو دلت اب نداره. تو محبت، محبت طبیعتا دست انسان نیست، تفاوت میکنه. اما تو رفتار، این 3 تا رمز موفقیت: اخلاص، میانه روی، عدالت. اما 3 تای دوم که تو روایت دیدم قبل از اینکه این 3 تای دوم رو از رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه، در روایت دیدم، اینو خوب گوش بدید. روز قیامت فرشته ها در صحرای محشر ندا میدن اینه اهل الفضل، آدمای با فضیلت کجا هستن، نمره ویژه ها. نمره ما بالاخره ببینید یه برندایی داریم دیگه، یه جاهایی داریم فقط عده خاصی میتونن رد بشن، کارت ویژه میخواد. اونایی که کارت ویژه دارن کجان؟ فیقوم اونقن من الناس، یه عده پا میشن میگن نحنو اهل الفضل، ما کارت ویژه داریم. خدا فرموده اینا رو ببرید بهشت، فرشته ها اینا رو از صراط و حساب و کتاب عبور میدن، میارنشون جلو بهشت، که خودشون میگن انقدر سریع اومدیم که اصلا صراط رو ندیدیم. میرسن جلو بهشت، میگن بفرمایید شما کارت ویژه دارید، باید برید بهشت. یکی از فرشته ها ازشون میپرسه، میگه ببخشید میشه بگید شما خصوصیتتون چی بوده، چه کار کرده بودید که کارت ویژه دارید، اهل فضلید؟ میگن ما 3 تا کار میکردیم. 3 تا کار، این 3 تا کار همین 3 تاییست که خدا به پیغمبر فرمود. فرمود خدا به من دستور داد ان اعفو و امن ظلمنی، هر که به بدی کرد ببخش، کینه به دلت نگیر، جمع نکنی یه رو به حسابش بذاری. نه، این صفت انبیا نیست، این خلق و خوی رسول الله نیست.
عفو کن از اونی که بدی کرده. بذارید آدرس آیش هم براتون بگم، اونایی که قرآن دارید، سوره اعراف آیه 199، خذ العفو. پیغمبر بخشش تو زندگیت باشه، نبخشی گیر میکنی. بذارید یه آدرس دیگه هم بدم که دلتون قرص بشه، نگید این حرفا رو از خودش میزنه. آیه 199 سوره اعراف یه آدرس، خذ العفو. آدرس دوم سوره آل عمران آیه 159، وعفو انهم، وعفو انهم. پیغمبر عفو کن. ببینید هم وعفو انهم امره، هم خذ العفو. به من دستور داد عفو کنم. دو، و ان اصل من قطعنی، او فامیلی که با تو قطع رابطه کرده تو وصل کن، برو بهش سر بزن. سه، ان اعطی من حرمنی، اونی که محرومت کرد، دعوتت نکرد تو عروسی پسرش، تو دعوتش کن. اونی که تو رو محروم کرد، ضامنت نشد، ضامنش شو. این هنره، این خلق نبویست پیغمبر. او وقت روایت دارد اینایی که میرن بهش کارت ویژه دارن، بهشون میگن شما چه کار کرده بودید؟ میگن نعفو امن ظلمنا، نسل من قطعنا، نعطی من حرمنا. ما این سه تا کاریو کردیم که خدا به پیغمبر گفته بود. کینه به دل نگرفتیم، صله رحم کردیم با اونی که با اون قطع رابطه کرده بود، و محروم نکردیم اون کسی که ما رو محروم کرده بود. آقایان، ترا پیغمبر موفق شد به خاطر این نه تا. شش تاشو گفتم: اخلاص، میانه روی، عدالت، عفو، ارتباط با مردم، و اعطای به دیگران و محروم نکردن دیگران. اگه بخوام دستبندی کنم، این ستای دوم به روابط اجتماعی برمیگرده. اما ستای آخر، ببینید آقایون، این ستای آخر هم گوش بدید. پیغمبر میخوای موفق باشی، رمز موفقیت در مرحله آخر اینه: ان یکون کلامی ذکرا و نظری عبرا و سمتی فکرا. پیغمبر سخنت، ببین آدم نگاه میکنه، حرفم میزنه، گوشم میده دیگه. تو این کله ما سه تا عضو اساسیه: یکی زبون مال حرفه، یکی چشم مال نگاز، یکی هم گوش مال گوش کردن. ان السمع و البصر و الفؤاد. این سه تا. پیغمبر میخوای موفق شی، این سه تا رو کنترل کن. کلامت ذکر باشه، دروغ نباشه، غیبت نباشه. دو، نگاهت عبرت باشه، نگاه میکنی عبرت بگیر. بهار میشه عبرت بگیر، زمستون میشه عبرت بگیر، تشییع جنازه میشه عبرت بگیر، مریض میبینی عبرت بگیر، پیر میبینی عبرت بگیر، عبرت بگیر. سه، گوشتم عذر میخوام، سمت، سکوت. سکوتم که میکنی فکر کن. ان یکونه، این روایت گوشو نداره، ان یکون کلامی ذکرا، سخنت ذکر باشه، نگاهت عبرت باشه، سکوتت هم فکر باشه. خب بعضی سکوت که میکنن توطئه میکنن، نه، سکوتت فکر باشه، اندیشه باشه. این یک روایت نه ماده ای که من خیلی فشرده سعی کردم رموز موفقیت پیغمبر رو بگم. خدایا زندگیمونو زندگی اهل بیت و آلش قرار بده. خدایا مرگمون و مرگ پیامبر و آلش قرار بده. یا ربنا، یا ربنا.